سلام آقای دشبانی، مرشد عزیز. من پژوهنده هستم، از فعالین چپ از آلمان، و خیلی ممنونم و خوشحالم که شما این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم با شما صحبت کنم. و یه سری سوالات دارم که دوستم این رو مطرح کنم. من اول از خودم بگم، ما امروز برای اولین بار با هم داریم صحبت میکنیم. من شما رو قبلا نمیشناختم، غیر از اینکه قبلا فیسبوک دوست بودیم و من اصلا توی این فضاها زیاد به هر حال فعال نیستم. ولی من دادگاه های حمید نوری رو از روز اول که شروع شدن هر روز دنبال کردم و خیلی سوال ها هستش که من دوستم رو کنم. اول از خودم بگم، من پژوهنده هستم، گفتم اول تو من فعال این چپ. ما یه سری از بچه هایی هستیم که بچه های چپ نسل جدید که به شوخی به خواهی میگیم بچه های خانواده شهدا، که از بچگی درگیر بودیم با مسائل سیاسی به خاطر پدر مادرامون که از دست دادیم، چه در دهه 60، سال 67 و کشتار روشنفکرا در دهه 70 که بهش قتلای زنجیره‌ای میگن و میکونوس، دادگاه میکونوس، کشتار در برلین. و اینکه ما در تمام مدت این بحثا رو دنبال کردیم و تا حالا اظهار نظری نکردیم. من چند وقت پیش یک روز که دادگاه رو تریبونا نتونست، من معمولا دادگاه رو آنلاین میبینم توی یوتیوب که تریبونا پخش میکنه، یه روز که اونا نتونست بودن به لحاظ تکنیکی این رو پخش کنن، دیدم که توی کلاب هاوس جمعی هست که اونجا این مثل این که پخش میشه و بچه ها به من لینک دادن که برم اون تو. و اونجا من وارد کشیدم، یه آقای بود به اسم فرهاد مرادی که این گروه رو میگردون و من ازش خواهش کردم که لطفاً اینا رو ضبط کنه و بذاره توی در دسترس که بشه بقیه هم خانواده هم ببینم. و من چون معمولاً خانواده های جانفشانان کشته شده های دهه 60 هم دیگر رو معمولاً سال هاست که میشناسیم، برای من این آدم خیلی چهره غیر آشنایی بود و میخواستم بدم که این کی هستش که اونجا این جمع رو میگردونه. و بحثایی که اونجا میشد به نظرم خیلی یه جو ضد چپی رو داشت که آزاردهنده بود. و وقتی که پیگیری کردم، بچه ها این رو از ایران میشناختم و من گفتن که این جمعیت دفاع کودکان تو ایران کار میکرده و خیلی طرفدار موسوی و جنبش سبز بوده و به شدت. و برای من این سوال پیش اومد که آیا آدمی که خب آدم ها میتونن عوض شن، چپ شن، تغییر کنن، همه ما که چپ به دنیا نیومدیم. و من رفتم فیسبوک ایشون رو دیدم و دیدم که نه، مثلا اینطوری نیست که این تحول درش به وجود اومده باشه. و تمام فیسبوکشون پر از عکسای موسوی و طرفداری و حتی یه مقاله بود اونجا در مورد اینکه برکناری موسوی رو هم ربط داده بود به یه جوری در مورد کشتار دهه 60 نوشته بود و برکناری اون رو هم در کنار اون گذاشته بود، در کنار جنایت های رژیم. و این برای من خیلی تقلیل خیلی شدیدی بود که اینطور میتونی تو در مورد کشتار صحبت بکنی. و این بحثا خب از وقتی که این جنبش سبز به وجود اومد و بچه ها توی ایران توی خیابون رفتن و خیلی از بچه ها خب از اون به بعد هم مجبور به فرار شدن، زندان کشیدن، همیشه برای ما کسایی که از بچه های خانواده شهدا همیشه این مسئله بودش که این جنبش سبز با آقای موسوی که رهبرش هست و هر حال ایشون باید در مورد کشتارهای دهه 60 پاسخگو باشه، چون این آقا از سال 60 تا 68 نخست وزیر اون مملکت بود که توش این جنایات اتفاق افتاده و چطور میشه در این مورد سکوت کرد. که سال 89 آقای موسوی مصاحبه کرد در مورد اعدام‌های دهه 60 و گفتش که یه جوری در مصاحبهش گفت من هیچ نمیدونستم و سران رژیم رو هم تطهیر کرد که خامنه‌ای گفته این مثل یه قیریه بر سر ما، این کشتار و اینا جنایته. و در صورتی که تمام کسانی که ایشون سران رژیم رو که تطهیر دادن کاملا میدونستن و اسنادش هست که در جلساتی که در این مورد صحبت کردن. و یه مسئله خیلی جالبی هم که من
به نظر هم الان اینجا با دادگاه های حمید نوری دوباره به ذهن آمده، اینه که موسوی توی حرفش گفتش که خمینی دستور اعدام گروهی رو نداده، و جالبه که این حرف رو دقیقا همین حمید نوری توی این دادگاه هم داره میزنه، و این کتمان کل جنایت سوای تحقیق اون سران توسط این آدم هست، بلکه کتمان کل جنایت علیه بشریت و نقش داشت طریقه سیستماتیک بودن این ماجرا و کل این رو تقلیل دادن به یه سری آدمی که رئیس زندان اوین بودن و و که این کارا رو سرخودانه انجام دادن و امام خمینی از هیچ خبر نداشته، و همین کار رو هم با کشتارای دهه 70 کردن که روشنفکرا و چپا و کشتن در قطعه زنجیره. اینطور بود که در نهایت دو سه نفر آدم بودن که این کارا رو انجام دادن و کل رژیم اصلا خوبه و هیچ ربطی به این ماجراها نداره. و برای من خیلی این سوال بود که چطور میشه که یه همچین آدمی میاد توی گروهی یه گروهی رو میگردونه که در مورد کشتار دهه 60 صحبت میشه و این جب ضد چپ هم اونجا هست، و چطور کسانی که خانواده هاشون رو از دست دادن، کسانی که توی این دادگاه شاکیان، شاهدن، دادخواهن، چطور بدون اینکه این مسئله رو در نظر بگیرن اونجا در این بحثا همکاری میکنن و این جب ضد چپ رو حمایت میکنن، و چطور میشه اصلا با یه همچین آدمی راستش رو بخوای در این مورد صحبت کرد؟ و فکر کنم که اینا به این آدم اینجوری خیلی کردیت دادن. یکی از کارهایی که مثلا ایشون کرده بود یه ویدیو بود در مورد شاه ساخته بود که این آقای دشبانی اسم خودش رو میذاره کمونیست و میخواد فقط بره ضد امپریالیست صحبت کنیم، و من متوجه شدم که این مسئله نقد چپ به این دادگاه مثل اینکه اصلا فهمشی ازش وجود نداره یا آمدانه اینطور دیده میشه به خاطر به وجود آوردن این اختلافی که بشه فقط یک گفتمان رو در مورد دادخواهی پیش برد، و اون هم گفتمانیه که ختم میشه به مسئله حقوقی در دادگاه که آدم ها رو یه سری آدم قربانی شدن و اینجا باید دادخواهی بشه، خونه ریختشون نباید پایمال بشه، و این رو به این صورت اینا مطرح میکنن که آره این آقا قراره بره اونجا دفاع ایدئولوژیک بکنه، و این چپای درمانده، چپای یعنی کلی صفتای شدیدن زشت و بی‌محتوا. و من متوجه شدم که اصلا این کسانی که این کار رو میکنن و این بحث رو میکنن انگار نمیدونم ما چی میگیم. واسه همین من فکرم که ما سر این مسئله نقد چپ به مسئله دادخواهی این شکلی به هر حال یه جلسه ای رو من و دوستم سارای دهگردی میخواییم با هم دیگه ضبط کنیم. فکرم که دوست داریم، ما هم به هر حال مخواییم فعال چپ میدونیم و در این زمین ها مطالعه کردیم و کار میکنیم و به هر حال دادخواهیم یه مدل دیگه شاید از خیلی از دادخواه ها، و در این مورد صحبت خواهیم کرد. ولی چون خیلی شما این نوک حمله هایی که شده بود خیلی به سمت شما بود، چون مثل اینکه تنها کسی که در این مورد اونجا بحث کرده بوده شما هستین، و چیزی رو که من متوجه شدم اینه که خب مثلا هم میخواستم اینا رو با شما صحبت کنم. من چون آدم روکی هستم وقتی نقد داشته باشم، سوالی داشته باشم، اصولا با آدم ها میگم و دوستم صحبت کنم، و بچه ها گفتن که چرا با خودش صحبت نمی کنیم، و این رو هم اصلا میشه یه فرصتی کرد که مرزاد در این مورد خودش بگه. و من روز دادگاه شما رو دنبال کردم و پشت سرشم دوباره دقیقا این جو رو دیدم که یه جایی حتی نوشته شده بود این آقا خیلی بی‌مسئولیت نسبت به خونهای ریخته شده اونجا اومد و که اطمان کرد که حتی مثلا بیژن بازرگان رو میشناسه، و بعد اومد که یک لیستی هستش که ایشون تحویل داده که اسم بیژن بازرگان درش بوده و ایشون اسم این رو نیاورده و که اطمان کرده و اینا به خاطر لجبازی هن، و این آدم از عمد اومده اونجا که دادگاه رو زبوتاش کنه، بخواد اونجا این کار رو از قبل میخواسته بکنه. و اینا بر من راستا شبخواهی زد سوال شد که چرا باید این کار بکنه این آقای دشبانی. و
این چه مدل لجبازیه و چرا باید مثلا توی وضعیت اینطوری بخوایم مثلا بگیم که نه ما اون رو نمیشناسیم؟ یا به خاطر همین دوستشم این سوالا رو از خود شما بکنم و چیز دیگه ای رو هم که میخواستم بدم اینه که خب شما یکی جریان این لیستا چی هست و شما این ماجرا رو چجوری میبینی؟ چون من چیزی که متوجه شدم اینه که شما اون روز خیلی راستش رو بخواید خیلی آروم حرف میزدین، مثلا خیلی با آرامش و اصلا تمرکز نداشتین و یکی دو بار هم گفتیم من توی فضای اینجا نمیتونم تمرکز کنم و به یاد بیارم و این رو من گرفتم که ما نمیتونیم در این مورد نظر بدیم که وقتی که کسی اونجا میشینه چه وضعیتی داره و چه جوری باید حرف بزنه و یه خوردم احساس میکنم که همه انتظار دارن که الان یه فیلم اکشن اینجا این اتفاقات وحشتناک افتاد و برشون قابل فهم نیست که یه کسی میتونه با لحن آروم بخواد تمرکز کنه و در مورد این حرف بزنه که اتفاقا حرفای شما خیلی غم انگیز بود. راستش رو من با خیلی از قسمتاش که یه کردم اون قسمتی که موکتای من و موکتای بریده زیر جورابتون رو همش توی ذهنم داشتم و اون برخوردی که با شما شد وقتی که گفتین که من امضا نمی کنم تا حالا فکر میکنم فقط یکی از برادران اسحاقی بود و شما که این برخورد مستقیم با حمید نوری رو به این صورت اونجا توضیح داد و این خیلی آزاردهنده است که تمام صحبت ها فقط روی تمرکز نداشتن شما و این مسئله این لیست هست که بیشتر بازرگان رو شما گفتین نمیشناسین و همین. میبخشید من خیلی 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 حرف زدم، میبین که دلم پر خیلی سوال دارم، خیلی این مدت تمام مدت ما همش گوش دادم و هیچ نگفتم و برای من این فرصتی شد که این سوالا رو مطرح کنم و الان صحبت ها رو میدم دست شما با این سوالایی که کردم و خواهش میکنم اول توضیح بدین اون روز رو، اون اتفاقاتی که توی دادگاه افتاده و احساس شما رو و شما چجوری این رو میبینین و اینکه سراغ این مسئله لیست و چه مدت در کجا در چه زندان بودین و اینا رو یه دور برای ما اگه توضیح بدین خیلی ممنون میشم. من قبل از هر چیزی سلام میکنم خدمت شما و کسانی که به حال این تقیید میکنن. من واقعیت هم حافظه زیاد خوبی، یعنی حافظه کوتاه مدت خوبی ندارم. اگر امکان داره سوالا رو برای من بعدا یکی یکی بگید که من به هر زور دیرم بازم. واقعیت هم این چیزهایی که به هر حال به وجود اومده صرفا در رابطه با این دادگاه اینا یک ریشه تاریخی تر داره، یه ریشه های نظری داره و یه ریشه های اجتماعی و جایگاه های طبقاتی داره. این بحث ها به خیلی سال ها قبل برمیگرده توی عرصه های سیاسی اجتماعی مختلف. توی دادگاه نوری من یه مصاحبه ای کردم و این مصاحبه تا الان که چند روز گذشته یه حجم وسیع از نظرات مختلف بود. یه دسته از نظراتی که به هر حال هستش خیلی تشویق کردن و رفیقمون مثلا محسن نجات حسینیان یه متنی رو نوشتن و دادن و گفتن این مصاحبه یکی از صادقانه ترین مصاحبه هایی بوده که من دیدم، همان چیزی که بوده بیان شده بدون اقراق و بدون جنجال و حقیقت و واقعیتی که پشت این مصاحبه بوده عملی و این قابل ستایش. نقدهای مثبت زیاد اومده. به هر حال من سر نقدهای مثبت زیاد صحبتی ندارم. مرسی از رفقا که این نقدها رو داشتند. یه سری نقدها هست که رفقای پیرامونی ما، رفقایی که من حتی نمیشناختم،
داشتن. این نقد ها نسبت به خود مصاحبه هست. من صحبت کردم، بخشش رو پذیرفتم که حالا میگم چه چیزهایی هست و بخشایش رو توضیح دادم. اما یه بخش دیگه از نقد ها هست که در حقیقت اسمش نقد نیست، تخریبه. ربطی هم به این مصاحبه نداشت. یعنی این تخریب ها قبل از اصلا مصاحبه من شروع شده بود. توی جلسات مختلف، توی کلاب هاوس، در حقیقت علیه یه گرایش چپ صحبت می شود که تو بخشایش من رو که چیز حمله بودم و رفقای دیگه همچنین و شایعه کرده بودم ما میخوایم اونجا سابوتاژ بکنیم، دادگاه رو به هم بریزیم، از این حرفا. من یه نکته رو بگم، نه این دادگاه، هر دادگاه دیگه‌ای که انجام بشه، این متعلق به کل بازماندگان و خانواده های در حقیقت شهدا است. من میتونم نظر خاصی رو داشته باشم یا نداشته باشم، اما کثرت افکار عمومی، کثرت نظرها رو من باید در نظر بگیرم. یکی از پارادوکس هایی که من شخصا با خودم حمل میکردم، من واقعیتا از یک هفته قبلش، خصوصا دو شب آخرش، من با یک حجم وسیعی از تلفن مواجه شده بودم، پیغام تلفن که از طرف خانواده شهدا بود، از طرف رفیقان بود، از طرف آدمایی که من حتی نمیشناسم، اسم منو سرچ کرده بودن توی نت، شماره منو درآورده بودن و چیز میکردن. و عموما همین دریافت که شما قصدتون تخریب دادگاه، یا نگرانی داشتم سر این قضیه. با من صحبت میکردم و من سعی میکردم، یعنی اون شب من واقعا 4 صبح نشسته بودم، بچه های به من میگفتن بخواب مرساد کن، تو آماده کن برای فردا، ولی حسم این بودش که خب باید به این چیزا جواب بدم، نمیتونم چیز بدم. بعد من میرم وارد دادگاه میشم و دقیقا قبل از اینکه من برم توی دادگاه، خانم لاله بازرگان فکر بودم از خانواده شهدا، یعنی برادر ایشون که بیژن بازرگان هست، میاد و با یک لحن پرخاشگر و اگریسیوی برخورد میکنه با من و میگه که شما باید سر برادر من بیژن بازرگان شهادت بدین، شما باید شهادت بدین. و من برگشتم گفتم من برادر شما رو نمیشناسم، اما حدودن میدونم چی هست ولی نمیشناسم. من بعد برگشت کرد، یعنی شما اصلا نمیشناسیم فلان و اینا، شما یه لیستی داریم که اسم برادر من اینجا هست. که من گفتم که من چند لیست دارم اینجا، یه لیست 4 دار و کوردهیه، یه لیست دیگه ای هست. اون روز که من به پلیس میرفتم و این لیست ها رو دادم، واقعیتا فکر میکردم که هر چیز سند و اسامی کشته شدگان 60 و 67 هست، اینها رو بدون در نظر گرفتن اتهامات گروهی تحویل پلیس بدم به عنوان من. یکی از اون لیست ها این لیست که یکی از رفقای من که خیلی مورد احترام و اعتماد منه به من داده بود، من نگاهی اون موقع کردم بهش و چند نفر اعضای جریانات مختلف بود،
بعضیاشون رو میشناختم، بعضیاشون رو نمیشناختم. بفهم با پشتوانه اعتمادی که به این دفعه داشتم اون لیست رو به پلیس دادم و فکر میکنم کار درستی هم کرد. بعد شما گفته بودین که شما این آدمایی رو که روی این لیست هست رو میشناسین، یا چه توضیح داده بودین در مورد این لیست وقتی که تحویل داده بودی؟ پلیس سوالی از من نکرد، اینها رو جمع کرد. من بعضی از این لیست ها رو حتی ایمایل فیلی کردم برای پلیس. یعنی چون پلیس من گفت هر مدرکی که شما دارین به من بدین، این لیست رو من ایمایل کردم برای چیز، یعنی لیست زیادی رو من ایمیل کردم و اینا. و خب به هر حال به عنوان سند دست پلیس افتاد. و یه دادگاه که از من سوال شدش که شما ایشون رو میشناسین، گفتم نه نمیشناسم، فقط میدونم که سال 67 اعدام شده و از اعضای جریانی به نام اتحادیه کمونیست و واقعیت هم این چیزی بوده که من از این آدم میشناختم. من یه زمانی نباش هم بند بودم و هم سلول بودم، ندیده بودمش. یعنی مثل خیلی کسای دیگه که این لیست بالا 4000 کوردهی، من خب خیلی اینا رو نمیشناسم. من توی یه زندانی هستم، توی یه بند معینی هستم، حالا بندارم ممکنه تغییر بدم، ولی این حجم وسیع انسانها رو خب من نمیشناسم. من مثلا رفقای خودم هم خیلی هاشون باهاشون نبودم، مثلا علیرضا زمردیان، حمید حیدری، من با اینا هم بند نبودم، ولی خب نسبت به یه تعدادی اطلاعات بیشتری دارم، نسبت به یه تعدادی اطلاعات کمتری دارم. من آدم هستش توی بند ما، بند 700 نفری، خیلی از بچه ها هستم، من با همه سلام علیک نمی کردم. بودم توی اون بند، ولی قرار نبود یک رابطه نزدیکی آدم ها با همه داشته باشه. یک سلام، یک علیک و می رفت. بعضی ها چهره بود که آدم میشناسه، بعضی ها اساسا یادش نمیاد. یعنی کسانی هستن توی بند ما هستن، ما به خودمون صحبت میکنیم، میگه فلانی، میگه من یادم نمیاد. این فقط من یادم نمیاد، تو رابطه با من نیست، تو رابطه با همه هست. این واقعیت زندانه. امیدوارم تونسته باشم سر این قضیه توضیح داده باشم. فهمیدم. من فکر میکنم پس اینجا یک مسئله سوء تفاهم هستش که ایشون فکر کرده شما چون این لیست رو تحویل دادین حتما ایشون رو میشناختین، و نگو که این لیست فقط لیست بوده از کسانی که شما جمع بری کردین اسماشو. و من متوجهم که خب ایشون مثل که شما اولین کسی بودین فکر میکرد که قرار بگین که این آقا بیژن رو در زندان دیدین، و خب حقیقت اینه که شما ندیدین و این حقیقت رو گفتین بدون هیچ غرضی، بدون هیچ. و درسته که به نظر من حقیقت گفته بشه، این اتفاقاتی که اونجا افتاده به حد کافی فاجعه بار و جنایت هستش که لازم نیست که ما اینو بخوایم بیشترش کنیم یا چیزی رو اضافه کنیم. یه نکته رو من فقط اضافه بکنم، واقعیت هم خود قضیه دادگاه ها، حتی خانواده های زندانیان هم به گرایش های مختلفی تقسیم میکنن. برخوردهایی که برخوردهای همین قانون نسبت به من داشت در جاهای مختلف قبل از مصاحبه، در نمیدونم کلاب هاوس ها، در جلسات مختلف به گوش من رسیده. یعنی این قضیه که بعد میاد عکس منو میذاره و اون مسائل رو مطرح میکنه که من نمیخوام بازش بکنم، که واقعیت هم تخریب شخصیتی میکنه، اینها ربطی به چیز نداره، ربطی به مصاحبه یا برادر ایشون نداره، قبلا هم یه کارو کرده، یعنی چیز جدیدی نبود برای من و این انتظار چیزی نبود. به هر حال این فضاییه که وجود داره و
و نمیدونم چگونه. من فکر کنم که این فضایی که با شروع این دادگاه به وجود اومده، مسئله‌ای که اتفاق افتاده اینه که همه ما رو یه جوری پرتاب کرده توی اون دوران دهه 60 و همه ما خیلی زخم‌ها رو همراه خودمون داریم که همراه خودمون می‌کشیم، ادامه میدیم، زندگی می‌کنیم، مبارزه می‌کنیم، ولی خب این زخم‌ها این مدت تلنگر بهش زده شده و فکر کنم که خیلی به خاطر فشار عصبی من روی همه خیلی زیاده و عکس العمل‌ها خیلی متفاوت تره احتمالاً با یه وضعیتی که داشته باشیم خارج از این دادگاه. و فهم کنم خیلی از سوء تفاهم ها هم به این دلیل پیش میاد که حساسیت خیلی خیلی بیشتری وجود داره و خیلی حرف ها که زده میشه طور دیگه ای فهمیده میشه، طور دیگه ای شنیده میشه. و خب این قابل فهمه و ولی خب به هر حال دردآوره برای یه کسی که مثلا خودش رو چپ میدونه و از خانواده چپ و اینطوری شنیدن این حرفای مثل چپ درمانده و چپ خوف از مسئولیت خونه رفقاشون رو ندارن این آقا و این چیزا واقعا فشار خیلی زیادی روی فکر کنم این طیف کوچیک چپی که حتی اینقدر سیاست زدایی شده درش در این دادگاه که حتی به عنوان جنایت علیه بشریت یا که میشه مثلا نسل‌کشی رو حتی اونجا بیان کرد این کارا انجام نشده، تقلیل داده شدن به قتل و کسانی که شاکی این ماجرا باید باشن تبدیل شدن به شاهد. و خب مشخصه که خب به عنوان فعال چپ ما باید نقد داشته باشیم به این روند، به این ماجرایی که اونجا اتفاق میفته، ولی خب این دلیل نمیشه که بگیم خب ما به این دلیل سابوتاژ میکنیم، به این دلیل فکر کنیم که در کل این معنا نداره. فکر کنم که خیلی وقتا چون بحث نمیشه دقیق در مورد این مسئله و همش حمله حمله حمله، اجازه داده نمیشه که اصلا ما بتونیم بیان کنیم چه نقدی داریم و از کجا این نقد میاد و پذیرفته بشه. خب حتما نباید همه یه طور ببینن. کسانی هستن که خب براشون این مسئله فقط مسئله دادخواهی فرزندشون رو از دست دادن، کسی از خانواده‌شون رو از دست دادن و خب میخوان این مسئله پیگیری حقوقی بشه. خودشون نه فعال سیاسی هن، نه چپ هن، نه این طور فکر میکنن مثل ما و خب ما اینو باید بپذیریم که این دید وجود داره. و خب ما ولی وقتی که خودمون رو چپ میدونیم و فعال سیاسی میدونیم نمیتونیم بیایم بگیم با تشکر از مردم سوئد و دادگاه، وقتی که میدونیم این دادگاه هم احتمال نداشت اتفاق بیفته اگر اینقدر دقیق برنامه ریزی نشده بود که این آدم رو به دام بیاندازن. چون خیلی مثالای دیگه داشتیم، دادگاهای دیگه، همین آلمان که یه نفر اومده بود برای معالجه از کهریزک، جنایتکاری کهریزک که دولت آلمان فراریش داد خیلی راحت. و این اتفاق هست، بدبینی هم دلیل داره و درسته و باید بشه در موردش صحبت کنیم. ما این کار رو خواهیم کرد در جلسات بعدی. و من یک سوالی رو که خواستم بکنم این بود که اون روز برای شما، من الان متوجه شدم که شما خیلی اصلا این مثل یه مدلتونه اینجوری آروم حرف میزنید. واسه همین این سوال خونسردی و آرامش جواب داده شد که اصلا شما اصولا اینطوری صحبت میکنید برعکس من که همش هیجانم. میخواستم بدم که شما این دادگاه رو امروز رو چجوری ارزیابی میکنید و اینکه دلیل اینکه شما تمرکز نداشتین اینه که آیا شما از قبل خودتون آماده نکردید، خودتون آماده کرده بودی، یا این فضایی که اونجا توی موقع مصاحبه وجود داشت رو میشه یه خورده برای ما توضیح بدین؟ چون من فکر کنم که اینم یه سوالیه که خیلی ها به خاطر اون حساسیت هایی که درشون وجود داره این رو به عنوان چی میگن، به عنوان یه بهانه یا یه مسئله میبینن که مطرح شده. ببین حقیقت امر اینو که شهادت، شما شاهد بودیم، اسم شهادته ولی یک بازجوییه، درس نیست. من بشینم شب قبل امتحان مثلا کتاب جغرافی رو بشینم بخونم و
چیز بود. من بیش از حدوداً 7 تا 8 ساعت الان در خاطرم نیست با پلیس بازجویی شد. به هر حال ما اونجا نه بازجویی که شدیم چیزی کتبی به ما دادن که شما این حرفا رو زدید، پلیس این سوال ها رو کرد، که نه ضبط صوت داشتیم. 2 سال از این بازجویی میگذره و شما وقتی سیر کل بازجویی ها رو نگاه میکنی روی نکات خیلی اساسی اینجا متمرکز میشن. مثلا 10 مرتبه از من میپرسن که اون کنجی که تو اونجا نشسته بودی کجاست؟ یعنی بیشتر بحث لغت اینجا، بحث تصویرسازی از فضا. یعنی چیزی نیست که من بخونم که آماده بشم یا نشم. من به عنوان یک شاهد وظیفم این بود اون اسکلت بحثی که پیش پلیس داشتم بدون اینکه چیزی کم بشه یا چیزی زیاد بشه، یعنی حوادث اساسی، اونو من بتونم اینجا بازگو کنم و در حقیقت پرونده یا شهادت من به سویدیا یا به قول اصطلاح حقوقی اینجا آن مارکی نداره. تذکر حقوقی که این بخش قابل پذیرش برای دادگاه نیست نخوره. حالا مال بعضی ها کل چیزشون میخوره، مال بعضی ها بخشن میخوره، مال بعضی ها نمیخوره. خوشبختانه صحبتی که من داشتم از همچین قضیه خارج بود، یعنی کل صحبت ها به عنوان شهادت تذکری بهش نخورده شد و کل بهشون دادگاه میپذیره به عنوان چیز. حالا بعدها اینها یه بررسی دیگه ای که تکنیسیان های در حقیقت این کار هستن توی کل مصاحبه ها انجام خواهند داد و یک نظر نهایی نسبت به این قضیه خواهند داد. ولی در مجموع خود این قضیه، یعنی تلاش منم اونجا همین بود که خود این شهادت ضربه نخورد. و طبیعتاً این گونه است که من یک مجموعه وسیع از اسامی گفتم، یک مجموعه وسیع طبق سوالاتی که پلیس از من داشته، تاریخ ها رو مجموعه و یک مجموعه وسیع از گفتگوها بوده. اگر فرداش هم حتی از من سوال میکردن، من ممکن بود جای 4 تا اسم 3 تا اسم بگم، یا جای اون 4 تایی که گفتم 3 نفر دیگر رو بگم. اینا طبیعیه، یعنی شما با توجه به سن و سال ما، با توجه به فشار روحی که به هر حال روی ما ها اومده، ما ها یه انسان های واقعی هستیم. یک نفر هستش که روی یک، یعنی شما در نظر به یه نفر هست میاد روی ساختمون های زندان متمرکز میشه و اینو بیشتر به خاطر داره، یه نفر دیگه هستش روی حوادث زندان متمرکز میشه، یه نفر دیگه هست روی آدم ها متمرکزه. ازش سوال میکنه فلان شخص رو میشناسی؟ سریع میگه آره، ولی شاید حوادث یادش نیاد. ما انسان هستیم و هوش ما تقسیم میشه علاوه علمی توی چیزهای مختلفی، یکی توی این عرصه قویه، توی یکی تو عرصه دیگه قوی تره. این خب واقعیت انسانی ما هست و واقعیت هم استرس من اونجا سر این بود که بتونم کل اون قضایاری که با کیس پلیس هماهنگ رو بیان بکنم و مشکلی توی این قضیه به وجود نیاد. من مثلا حتی سر خیلی مثلا برمیگردم به من میگن که شما از گوهردشت موقعی که منتقل میشین به اوین چه کسانی با هاتون بودن؟ این یه واقعیته. من اسم رفیقم عبدالله احمدی رو میگم ناصر احمدی، یعنی یه لحظه آدم چیز مثلا رفیقمون هستش صالحی،
عباس صالحی من فامیلیش یادم نمی اومد، چون تو زندان ما به اسم عباس قراقچی همیشه صداش میکرد. اینا اون وقفه هایی هست که بین واقعیت و ذهن به وجود میاد و حداقل برای من اینگونه بود. هرچند من شخصا آدمیم که کلن تاریخ ها رو به یاد ندارم، یعنی واقعا هم بپرسیم که الان مثلا قطنامه چه روزی بود من به یاد ندارم، هم من بپرسیم اعدام‌ها چه روزی شروع میشه اینو من به یاد ندارم. مسئله من نفس خود اون اعدام ها بوده، نه اینکه از این تاریخ شروع شده تا اون تاریخ اینجوری شده، اینجوری چپ شروع شده، اونجوری چیز بوده. برای من اینش زیاد چیز نبوده. برای من محتوای قضیه چه کسایی رفتن اعدام شدن، این آدمایی که اعدام شدن چگونه به دنیا نگاه میکردن و اینجور قضایا برای من مهم. به هر حال ما ها آدم های مختلفی هستیم، حساسیت ها و حس های مختلفی داریم و این چیزها طبیعیه. یکی توی یه عرصه دیگه قدیم تر، یکی توی عرصه دیگه قدیم تر. امیدوارم تونسته باشم به سوالش. بله بله متوجه هم. من مشخص بود که شما نمیتونید درست تمرکز کنیم اونجا و فکر میکنم خب خیلی هم سخت هست وقتی که توی همچین فضایی نشستی که فضای اون بازجویی ها رو یادآوری میکنه و شما باید در مورد اون موضوعاتی که اتفاقا توی اون زمان شما رو درگیر کرده بوده صحبت کنین و اون شخصی که شما رو داشته خفه میکرده و شکنجه میکرده نشسته اونجا. و من خودم میدونم مثلا من به شخصی وقتی که یه امتحان شفاهی میخوام بدم پیش اومده که رفتم توی اتاق نشستم جای پروفسوره و یک کلمه نتونستم حرف بزنم، صفر گرفتم اومدم بیرون با وجود اینکه ماها خودم آماده کردم. بخاطر اینکه این اتفاق میفته که وقتی که استرس و فشار زیاد باشه بلک آت داره، خیلی قسمت های مغز پر میشه با استرس و تو نمیتونی دستیابی داشته باشی به اون اطلاعاتی رو که میخوای بیرون بیاری. یه نکته رو من توضیح بدم شاید این قضیه یه مقداری بهتر باز بشه. مثلا یکی از نقدهایی که به من شده بود این بودش که تو چرا اینقدر ریلکس و آروم اون بازجویی خودت رو که در حقیقت تو رابطه با اتاق آزادی بود با نوری تفسیر میکرد. من سعی کردم واقعیتم چون نوری هستش و چون نوری شکنجگر هست، من این اجازه رو به خودم نمیدم که هر چیزی که بوده رو تغییر شکل بدم، تغییر ماهیت بدم. همون چیزی که بوده رو من سعی کردم بگم، آروم شروع کردم و همون چیزی که بوده. واقعا اینها اینجوری نبوده که همیشه میزدن و همیشه فلان میکردن تا ما رو میدیدن شرق میزدن تو گوشمون. یه جایی که منافعشون این بود که کارشون را بیفته، نوری اونجا نشسته بود از من میخواست، یعنی قصدش این بود که من یه انزجارنامه بنویسم برم، یعنی کارش تموم بشه. به این خاطر شیوهی که اینا اول دارن خیلی مهربون هستن، یعنی همیشه بازجوها دو چهرهی باید برخورد میکنن، یک چهره آروم و دوستانه. اگه کارشون پیش نره بعد اون چهره خشن و واقعیشون میاد سر کار. من هر دو چهره رو نشون دادم، یعنی توی روند این قضیه خیلی آروم با من صحبت کرد، گفت این کار رو بکن بیا صحبت کنی، اینو توضیح دادم. و در نهایت اون چیزی هم که عکس چهره دیگرش بود که یه مرتبه قاطی کرد، سر منو گرفت، یعنی گلوی منو چیز کرد، با دستاش گرفت و شروع کرد یه مش فوش دادن. و تا اون موقعی که من اون بخش آروم قضیه رو میگفتم، شما دلم میخواست چهره نوری رو میدیدید، میگفت بله بله نگاه، دستش رو طرف قاضی و چیز میبرد به این من اینم درست میگه. ولی تا من گفتم آقا دستم رو گذاشتم روی گردنش و اون دست من رو گذاشت روی گردنم و
سر منو میکوبید به میز و اینا که از چهرم و سرم خون میومد. این یه مرتبه بلند شد، عصبانی شد، برگشت به وکیلش گفت اینو یادداشت کن که من حواسم نبود دقیقا چی رو میگه و اینا. منقلب شد و به صورت من دستش رو به این شکل میزد و از دور. به هر حال این ریحونای اون بوده، یعنی حرفی که من باید میزدم زدم و فکر میکنم که هم یعنی دو صحنه‌ای که توی یک چیز بوده، توی یک اکشن بوده، جفتش رو نشون دادم، هم این طرفش رو هم اون طرفش رو. اتفاقا یکی از نکات قوت این پرونده همون گونه که پلیس اون موقع به من گفته بود، یعنی این شهادت، این بود که تهدید به قتل که اونجا گفت خودم میکشمت، یکی از موارد خیلی اساسیه که توی این شهادت وجود داره. یعنی شما رو نوری مستقیما تهدید به مرگ کرده. یعنی علاوه حقوقی خود این قضیه اساسا قابل پیگیریه. دقیقا من هم این رو اینطوری میدیدم و برای من مسئله مشخص بود که اتفاقا این شهادت هایی که داره میشه، میگم همونطور که من از شما و یکی از برادران اسحاقی که کارت شناسایی این رو میبینه و کتک میخوره ازش، این برخورد مستقیم رو تا الان من به این صورت فکر کنم دوبار اینجور شنیدم و میگم مسئله همین این لحن آروم خونسرد شماست که من میدم که این مدلی اصولا حرف میزنین و چه خوب که میتونین اینقدر خونسرد صحبت کنین و هر کسی یک مدل روش رو انتخاب میکنه که با این مسائل غلبه کنه. مثلا من به شخص خیلی خیلی از طنز استفاده میکنم، خیلی همه چیز رو به مسخره میگیرم و میخندم و برای خیلی شاید این مسئله عجیب باشه چجوری میشه در مورد کشتار اینجوری خندید. چه میدونم مثلا عکس پدر بچه‌ها رو میبینم وای چه بابای خوشتیپی داشتی، نمیدونم اینجوری و بقیه از بیرون نگاه میکنم فکر میکنن که خب این دختر بی ادب خلو چلف میگه میخنده در مورد این مسئله، در صورتی که نمیفهمن که خب این روش منه با این مسئله کنار اومدن. اگر من این رو با طنز قاطی نکنم تحملش برای من قابل قبول نیست، این کاری که ناخودآگاه من دائم با این مسائل انجام میده. و یه چیزی هم که هست که خب این دادگاه متاسفانه مشکل اصلی که ما داریم اینه که کل مسئله کشتار دهه 60 زیر سوال هست. یعنی مسئله اینه که اثبات این مسئله چیزی که اونجا باید اتفاق بیفته و این خیلی دردناک، خیلی دردناک، طوری که جنایت‌های این چنینی خب اصلا قابل مقایسه نیست. اتفاقی که در جنگ جهانی دوم هولوکاست افتاد که کتمان کردن این مسئله حتی جرمه در دادگاه های اروپا و اینکه ما حتی با این مسئله داریم مبارزه میکنیم که این به عنوان جنایت شناخته بشه که وجود داشته همچین چیزی. این اتفاق زیر سوال بردن کل این جنایت توی این دادگاه هست که با اسمش فکر میکنم که خیلی حساسیت ها بالا باشه، چون برای اثباتش باید این مسائل حاشیه که لباس طرف چه شکلی بود، نمیدونم کدوم در رو باید باز میکردی، کی با تو را میرفت، تمام این چیزهایی که واقعا اصلا به نظر من بی‌ارزشه و اینکه کسی بعد از این همه سال اینا رو بدونه واقعا باید معجزه آور باشه که این چیزها رو توی ذهن داشت. بمیفهم این باعث میشه که حساسیت خیلی بالا باشه که چرا اونجا این آدم رو اسم نیاوردی، چرا این کار رو نکردی و خب این خیلی غم‌انگیزه و فکر میکنم این نشون میده که ما خیلی 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 هنوز کار داریم و با یه دادگاه حمید نوری این مسائل حل نمیشه و برای من مهم نیست که این آدم چقدر حکم میگیره چه اتفاقی میفته، ولی مهم اینه که این مسئله اینجا تبدیل به موضوعی شده که برای همگان
بحث به وجود آورده و در موردش ما میتونیم بحث کنیم و گفتمان‌های مختلف رو در کنار هم بذاریم و بتونیم ابعاد بیشتری از خود این دادگاه رو فقط این خود دادگاه رو بتونیم در موردش صحبت کنیم. و من اتفاقا میخواستم سر این قضیه یه صحبتی داشته باشم که شما مطرح ببینید، یکی از اختلافات از شروع دادگاه نوری سر همین بود، بدون اینکه این بحثا رو ما مستقیم میخواییم بکنیم، ولی این بحثا رو ما به شکلهای در حقیقت اثباتی بدون مثلا در نظر گرفتن اسامی و نام ها اینش مهم نبود. برای ما مهم اینه، یعنی خوبی دادگاه نوری اینه که نظرات مختلف سر مسائل مختلف، سر مسائل قضایی، اینکه آقا ما فردا قرار جامعه دست کارگران و زحمتکشان باشه، ما نسبت به قضیه دادگاه چگونه نگاه، ما نسبت به قضیه زندان شکنجه اینها رو چگونه نگاه، آیا ما نوری رو میگیریم میبریم اونجا یه فصل میزنیمش بعد میگیم که آقا بیا حالا همه چیز رو بگو، حالا ما میگیریم طرف رو اعدام میکنیم، آیا ما طرف رو میگیریم بهش حبس ابد میدیم، ما میخوام چیکار کنیم با این پدیده؟ دادگاه نوری حسنش این بود که این مسائل یک مرتبه مرور میشه توی افکار عمومی، طبیعتا نظرات مختلفی نظری که به هر حال جمع ما داشت به عنوان چپ این بودش که ما کلیت یک سیستم، کلیت یک سیستم به عنوان تولید و بازتولید نوعی از ایدئولوژی که این کشتارها رو به وجود میاره باید نگاه بکنیم. یعنی این کشتارها توسط یک شخص، دو شخص، پنج شخص انجام نشده، توسط یک سیستمی انجام شده، اون سیستم ما باید مورد در حقیقت بازخواست قرار بده. فرد مسئولیت خودشو داره در قبال این سیستم، آره این فرد نباید فراموش بشه، اما فرد توی زیر مجموعی این سیستمه که باید مورد بازخواست قرار بده. مشکلاتی که یعنی مشکلات سیاسی، مشکلات حقوقی که در این دادگاه وجود داره دقیقا همون چیزیه که به هر حال ما از اون اول فکر میکردیم که اینها اساسا چپ‌ها رو به عنوان یک قربانی صرف در نظر میگیرن، یعنی مسائل حقوقی اینها اونگونه است که اینا اومدن ارنج کردن با چمبودهای قانونی که یک جنگی بین ایران و عراق وجود داشته، مجاهدین میشن سربازهای در حقیقت این جنگ و دست رژیم هم در حقیقت کشتار مجاهدین بوده، حالا یه مش چپ هم اینجا کشته شدن. من توی دادگاه که شروع میشه یه سری مدارکی از زندان داشتم، مدارک رو ستان اداره می کنم، یکم مدارک هم پرونده شکنجه شدن من بود که برای با عکس و نمی دونم کلی نامه های پزشکی و اونها هستش. دادستان از من می پرسه که این شکنجه در چه تاریخی انجام شده، گفتم زیر بازجویی توی اوین، گفت این مورد قبول نیست، اگر مورد اگر گوهر دشت بود ما اینو پذیرفتیم. بعد یه ساک زندان هست که این ساک زندان رو در حقیقت اسم من از همون 40 سال پیش روش نوشته شده، اینا اگر آزمایش بکنن قشنگ در میارن، شماره سلول من، سلول انفرادی که من دیدم روش نوشته شده و برگشتم گفت، برگشت از من سوال کرد شماره سلول انفرادی مال کجا بوده، گفتم اون بخشی که من رفتم اوین اونجا برای من نوشتم، گفت نه این مال اوینه من نمیپذیرم. ما کلی بچه های چپ ما
پارت‌های این جنبش توی اوین کشته شدن. مثلا تهران 3 تا زندان داشته. قزلسار، گوهردشت، اوین. اینو برداشتن به یه زندان. صرفاً تو یه محدوده تاریخی. یعنی گفته های شما یه جوری باشه که به 67 ربط داشته باشه. کتک کردن های شما، شکنجه شدن های شما باید به 67 ربط داشته باشه. تازه این حادثه کشتارهای سال 67 فقط مخصوص تهران نبوده. ما خاورانها داریم در سراسر ایران. یعنی محدود کردن اینها، محدود کردن این کشتار بهش، در حقیقت من اونجا توی صحبتم مثلا میگم آقا من توی انفرادی بودم و رئیسی رو دیدم که رئیس الان رئیس جمهور اون مملکته، هیچ سوالی سریع قطع میکنن. چرا؟ چون نمیخوام گسترشش بدم. حالا آمدانه از شکلی، یعنی میخوام محدود بکنم خود قضیه رو تا اونجایی که میتونم به حمید نوری. بله خب اصلا همین، من فکر میکنم این دید خوشبینی که عدالت یعنی این و بس و هیچ نقص دیگری نباید باشه و این خیلی واقعی مسئله ای که اعصاب من هم این مدت خورد کرده. در مورد این ما یه برنامه میزنیم من و سارا با هم دیگه که قرار داریم باهات صحبت کنیم و فکر کنم خیلی بیشتر دیگه اینجا به این مسائل نپردازیم و واقعا اینطور هست که این سیاست زدایی شده و میتونست طور دیگه ای باشه و نیست و من با یه سری وکلای که اتفاقا روی مسئله کار میکنن، سازمان اروپایی هست که خیلی از جنایتکارای سوری رو به دادگاه هاگ مثلا پرونده براشون ساختن و خیلی کارهای دیگه انجام دادن، که با اون صحبت کردن گفتن که اتفاقا میشد نسل‌کشی رو اونجا بیان کرد در مورد چپ‌ها، و ولی همیشه مسئله اینه که آیا خواست سیاسی این ماجرا هست، یک از طرف مثلا دولت، و دو اون فشاری که از بیرون به این ماجرا وارد میشه که مردم مثلا فشار میارن، جامعه بیرون فشار میاره و اینا مجبور میشن که یک کسی رو مثلا اینطوری بخوان دادگاهی کنن، وگرنه این همیشه هست که یه همچین دادگاهی رو راه انداختن خب خیلی ابعاد بزرگ سیاسی و همراه خود خواهد داشت که خب اینا باید با اون مسئله بتونن کنار بیان و دیگه کنن و خب خیلی وقت سعی میکنن این اتفاق نیفته و ما این رو میبینیم در مورد دادگاه نوری. و فکر کنم همین ما در جلسه بعدی که من دارم با سارا اتفاق میخواییم به این مسئله بپردازیم، نقد ما در مورد دادگاه های اینطوری، و فکر کنم خیلی وقتا این سوء تفاهم به وجود میاد که چون ما نقد داریم میگیم نه خب این دیگه اصلا دادگاه به درد نمیخوره و این نباید دادگاهی بشه، در صورتی که اصلا اینطور نیست، وگرنه شهادت نمیدادیم، دنبال نمیکردیم. چه خوب که این آدم اونجا توی اون زندان نشسته و چه خوب که ما میتونیم در این مورد صحبت کنیم. من خیلی تو رابطه با یعنی نظر خودم و نظر شخص خودم و راجع به مصاحبه‌ای که خودم داشتم، جنبندی خودم فقط اگر امکان داره. بله بله خیلی هم خوب. حقیقتا هم اینه که این شهادت نکات ضعف و نکات قوتش رو نظر خود من داشت. نقاط قوتش همون چیزی بود که بیان کردم، چیزی بود در حد مصاحبه های دیگر، یعنی صرفا یه شهادتی بود که این شهادت در حقیقت لحاظ قانونی پذیرفته شد و این نکته مثبتش بود. اما دو نکته که ما چپ‌ها روش انگشت می‌ذاریم توی
این دو نکته دلیل شدیم مطالبه. اون دو نکته یکیش همین محدودیت قانونی و محدود کردن در حقیقت این محاکمه به یه نقطه، یه مکان معین و یه تاریخ معین که اونم 67 بود، یعنی این 43 سال سرکوب همیشه 67 بوده، آبان 67 بوده، دی 67 بوده، اصفهان 67 بوده و 60-67 بوده، 57-67 بوده، یعنی این تاریخ از اونجاست، یعنی یه محاکمه سیاسی کل این پاکتون رژیم با کشتار دهه 70 با روشنفکر رو کردم نداره. اونا هم چند نفر رو فقط آوردن دادگاهی کردن و گفتن اینا بودن و خب خانواده هستن، پرستی فروه هر سال میره اونجا و این مسئله دادخواهی رو هر سال مطرح میکنه و پافشاری میکنه و خیلی های دیگه و این نشون میده که خب حتی توی این غربت هم که از دموکراسی حرف میزنن خیلی مشکلات وجود داره که خیلی مشابه هستن و باید روش ما دست بذاریم، اگه نذاریم خب چپ نیستیم. یه نکته دیگه ای که ما با ما چپ، یعنی من حداقل باید توی دادگاه با این قضیه برخورد میکردم، سوای محدودیت های قانونی که گفتم، نکته دیگه دفاع از آرمان های رفقا، یعنی این دو نکته بود در حقیقت ماها رو از بخش دیگه‌ای که شهادت میدادن یا چیز میدادن جدا میکرد و در حقیقت غیر از یکی دو مورد که من در سر زار عباس صحبت کردم شب اعدامش که برگشت گفتش که من نمیتونم به کارگرای نفت بگم رفتم نماز خوندم و اینها، ضعیف بود کلن شهادت من. و روی این دو نکته که ما توافق داشتیم حداقل شهادت من ضعیف بود و این انتقادیه که من میپذیرم خودم و امیدوارم رفقای دیگه‌ای که بعدها میان و این مصاحبه یا شهادت رو در حقیقت ادا میکنن ضعف‌های منو جبران کنن. برحال توان من اینقدر بود و اینقدر تونستم به این قضیه کمک بکنم. حالا خودم هم نمیدونم کمک کردم یا اساسا نکردم. معلومه کردیم. برای من اتفاقا خیلی خیلی آموزنده بود، خیلی چیزهایی رو که من نمیدونستم، مثلا اونجا این جریان موکت بریدن هنوز تو ذهن من هست، فکر کنم پامو بزنم روی موکت، همش فکر من دوباره میره توی اون زندان و اون وضعیت هایی که اونجا بوده و میفهمم این رو مسئله دقیقا همین هست که چون این مسئله حقوقی هست و یه آدم اونجا در این مورد داره دادگاهی میشه، ما نمیتونیم و مخصوصا که چپ کشتی تبدیل شده به فقط قتل. این که مسئله آرمان ها و مبارزات این آدم ها و اینکه این آدم ها رو چرا اصلا به زندان کشوندن و کشتند، این دیگه اونجا مثل این که خیلی مسئله نیست و فکر کنم که خب اوکی دادگاه مسئله حقوقیه، اونجا در این مورد صحبت کنیم، ولی ما بیرون از دادگاه نباید سکوت کنیم و دقیقاً این نقد ها رو ما باید بگیم و دقیقاً باید دید خودمون رو نسبت به این دادگاه توضیح بدیم و این سیاست زدایی که از کشتار دهه 60 شده و مخصوصاً از چپکشی که اتفاق افتاده رو ما باید، وظیفه خودم میدونم که باید این رو در موردش صحبت بکنیم و جبران بکنیم با بیان کردنش در صورت‌های مختلف که خب سال‌ها هم داره به هر حال انجام میشه، ولی خب الان فکر می‌کنم خیلی خیلی واجب‌ترم هست در این مورد صحبت کردن و خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتیم به سوالای من جواب دادیم. من فکر می‌کنم اینجا با شما یه دعوا مرافعه شدید را می‌ندازم، کتککاری میشه که نشد. شما اینقدر آروم و اینطوری حرف می‌زنید که اصلا آدم نمی‌تونه چیزی
مثلا دادی چیز بزن دعوایی کنه. در فرصت‌های بعد دعوا هم با هم خواهیم کرد. خیلی هم خوبه که آدم ها با هم دیگه خانواده های شهدا که ما میگیم اختلاف نظر داشته باشن و طور دیگه ببینن خیلی چیزا رو و بحث کنن و برای ما همه این آموزنده هست. هرچه بیشتر بحث کنیم صحبت کنیم خیلی بیشتر یاد میگیریم و من خیلی از شما ممنونم به خاطر این وقتتون و امیدوارم که بتونیم ادامه بدیم به صحبت همون. مرسی که این وقت رو گذاشتیم و روزتون بخیر. خیلی ممنون. جز شما هم بخیر.